به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی به همراه همکارانم از استودیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. سرخط خبرها. گزارش سازمان شیعه رایس واش در رابطه با برجسته ترین اقدامات علیه شیعیان در ژوئیه 2024. سفر وزیر کشور عراق به استان دیالی در راستای برگزاری هرچه با شکوه تر زیارت اربعین. عضو کمیته امنیتی و دفاعی مجلس، عراق در حال گشودن سه مسیر جدید برای تردد زائران اربعین است. و آغاز به کار جشنواره تراتیل از سجادیه در شهر مقدس کربلا. سازمان دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایس واچ گزارش ماهانه خود درباره برجسته‌ترین موارد نقض حقوق جوامع شیعه در کشورهای مختلف جهان را منتشر نمود. بر اساس این گزارش، طالبان همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی اقدامات خودسرانه ای را علیه شیعیان اعمال نموده است. این سازمان در گزارش خود عنوان کرده است که طالبان علاوه بر محدود نمودن برپایی مراسم‌های مذهبی در مکان‌های خاص، برافراشتن پرچم‌ها و استفاده از بلندگوها نیز ممنوع کرده و یک معترض شیعه را در شهر هرات به شهادت رساندند. در ادامه این گزارش آمده است در شهرستان سرپل نیز اجتماع عزاداران حسینی مورد حمله تروریستی قرار گرفته و بر اثر پرتاب نارنجک دستی 7 تن از عزاداران حسینی مجروح شدند. در پاکستان نیز مقام‌های پنجاب از ورود 62 عالم و شخصیت‌های مذهبی به منطقه باکار برای برگزاری مجالس حسینی جلوگیری کردند. همچنین در منطقه پاراچنار گروه‌های تروریستی کشاورزان شیعه را به شهادت رسانده و ده‌ها تن از جمله زنان و کودکان را شهید و مجروح نمودند. در کشور بحرین نیز مقام‌های بحرینی از سفر تعدادی از مداحان و واعظان شیعه برای شرکت در مراسم بزرگداشت عاشورا ممانعت کردند. این گزارش می‌گوید وزارت کشور کویت تصمیمات خودسرانه ای را علیه شیعیان صادر نموده و برافراشتن پرچم‌های عاشورایی و برپایی خیمه‌ها را ممنوع کرده است. در اقدام دیگر، دولت کویت حسین القلاف نماینده شیعه را به دلیل انتقاد از تصمیمات خودسرانه دولت کویت بازداشت کرد. شایان ذکر است که در پایان گزارش به حمله گروه تروریستی به مراسم عزاداری حسینی شیعیان در کشور عمان اشاره شده است که موجب به شهادت رسیدن و مجروح شدن 6 نفر گردیده است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی، فضایی به مساحت 4000 متر مربع در جوار حرم امام حسین علیه السلام افتتاح شد. اداره ها و بخش های مختلف حرم مطهر امام حسین علیه السلام در حال آماده کردن ارائه کلیه خدمات لازم به زائران حسینی در ایام زیارت میلیونی اربعین هستند که از جمله این تمهیدات می توان به تأمین مکان هایی برای استراحت زائران اشاره کرد. مهندس عبدالحسن محمد، رئیس بخش بازسازی و مرمت حرم امام حسین علیه السلام، با اشاره به اینکه آستان مقدس حسینی در تلاش است تا تمامی اماکن و امکانات لازم را برای تأمین آسایش زائران و ارائه بهترین خدمات ممکن به آنان فراهم کند، تأکید کرد افتتاح محوطه شهدا بخشی از تلاش‌های مستمر برای گسترش فضاهای استراحت زائران است.
اداره تعمیرات، مهندسی و ساخت و ساز حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به منظور بهبود و نوسازی کار نصب شیشه در سقف مشرف به حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را ادامه می‌دهد. حسن سعید مهدی، مسئول واحد آینه کاری آستان مقدس عباسی اظهار داشت عملیات نصب شیشه شامل ضلع شرقی و غربی سقف مشرف حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با هدف جایگزینی بخش‌های قدیمی با شیشه کاری‌های جدید در حال انجام است. وی در ادامه گفت حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به منظور حفظ رفاه عمومی زائران به اجرای پروژه‌های توسعه و نگهداری با استفاده از آخرین فناوری‌ها و مواد با کیفیت ادامه می‌دهد. مردم شهر مقدس کربلا با برپایی مراسم تشییع نمادین شهادت امام سجاد علیه السلام را گرامی داشتند و از مظلومیت آن حضرت پس از واقعه خونین کربلا یاد کردند. در همین راستا شهر مقدس کربلا شاهد حضور گسترده مردمی بود که در تشییع تابوت نمادین امام سجاد علیه السلام شرکت کردند و آن را بر دوش گرفتند و با آن در منطقه بین الحرمین حرکت نمودند. گفتنی است شیعیان در نقاط مختلف جهان به مناسبت این غم و اندوه به اقامه عزا پرداختند. در پی شهادت چهارمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام بیت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی در شهر مقدس قم مراسم عزاداری و ماتم برگزار نمود. در این مجلس که با حضور معظم الله علما و فرهیختگان حوزه علمیه و عزاداران همراه بود خطبای ارجمند آقایان طاهری اسلامی و حائری قزوینی به ایراد سخنرانی در رابطه با حیات پربرکت حضرت زین العابدین علیه السلام و وقایع روزگار ایشان پرداختند. ایشان همچنین در زمینه نقش تأثیرگذار این امام همام در ترویج مکتب حقه تشیع و نشر فرامین رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنرانی نمودند. وزارت آموزش و پرورش افغانستان تحت کنترل طالبان تعطیلات تابستانی دانش آموزان را در سراسر این کشور تا 20 مرداد تمدید کرده است. این وزارت در بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم به علت گرمای شدید اتخاذ شده است. این در حالی است که دختران بالاتر از کلاس ششم هنوز از رفتن به مدرسه محروم هستند. در یک لحظه تاریخی برای حرفه دندانپزشکی یک ربات کاملا مستقل با کنترل هوش مصنوعی برای اولین بار یک جراحی کامل را بر روی یک بیمار انجام داده که تقریبا 8 برابر سریعتر از یک دندانپزشک معمولی است. جراحی رباتیک با کنترل عامل انسانی در حال حاضر با دقت بالا در حال پیشرفت است. گفتنی است این ربات هنوز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفته است و شرکت پرسپتیو جدول زمانی عرضه آن را تعیین نکرده است. بنابراین ممکن است چند سال طول بکشد تا عموم مردم به این نوع درمان دسترسی پیدا کنند. وزیر کشور عراق در سلسله بازدیدهای استانی خود به منظور نظارت بر انجام فعالیت‌های پشتیبانی، خدماتی و همچنین تأمین مسائل امنیتی مربوط به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام وارد استان دیالی شد. در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق روز چهارشنبه در چارچوب سفرهای استانی خود در راستای نظارت بر تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده برای تأمین امنیت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به منظور هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم وارد استان دیالی شد. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق که ریاست کمیته عالی امنیت برای تأمین امنیت سفر اربعین را بر عهده دارد
هدف از این سفر را بحث و تبادل نظر درباره آمادگی‌های جاری برای تأمین امنیت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام در این استان و گذرگاه‌های مرزی مربوط به آن ذکر نمود. در این سفر وزیر کشور عراق با فرماندهان نظامی و امنیتی استان دیالی به منظور بررسی طرح‌های امنیتی و اطمینان از آمادگی عوامل اجرایی برای تأمین حفاظت لازم از میلیون‌ها زائر اربعین حسینی دیدار کرد. در این دیدارها بر اهمیت هماهنگی بین نهادهای مختلف امنیتی و خدماتی برای تأمین امنیت و آسایش زائران در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین تأکید شد. طی سفر وزیر کشور عراق از چندین پاسگاه، گذرگاه‌های مرزی و مکان‌های حساس در استان دیالی برای بررسی و نظارت بر آمادگی و حفظ تدابیر امنیتی اتخاذ شده و اطمینان از در دست راست بودن همه ابزارهای لازم بازدید به عمل آمد. این دیدار در حالی صورت می گیرد که کشور عراق شاهد تدارکات گسترده برای تأمین امنیت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام می باشد که یکی از بزرگترین اجتماعهای مذهبی است و میلیون ها زائر را از داخل و خارج از عراق به خود جذب می کند. گفتنی است که وزیر کشور عراق تاکنون به منظور نظارت بر فعالیت های خدماتی امنیتی زائران اربعین حسینی به استان های بابل، زیغار، بصره، صلاح الدین و کربلا سفر کرده است. عضو کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه مسیر جدید در ایام برگزاری زیارت اربعین در سال جاری گشوده می شود که این اقدام در نوع خود بی‌نظیر و استثنایی است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. یاسر اسکندر، نماینده اعضای کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه گفت امسال کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق در ارتباط مستمر با کمیته زیارت اربعین و سازماندهی اقدامهای امنیتی برای مدیریت مراسم زیارت است که این اقدام هم در نوع خود استثنایی است. وی در ادامه افزود در طرح زیارت اربعین سال جاری سه مسیر جدید به منظور گشودن راه‌های تازه برای زائران اربعین حسینی و ساماندهی آن به سمت عتبات عالیات با سازوکار و روش‌های نوآورانه و نیز توزیع موکب‌های خدماتی در مسیرهای مختلف صورت می‌گیرد که انعطاف‌پذیری و روانسازی مفیدی برای تردد زائران و ارائه خدمات به آنان ایجاد می‌کند. این عضو پارلمان عراق تأکید کرد که این طرح به داخل خاک عراق محدود نمی شود بلکه از گذرگاه‌های مرزی تا شهر مقدس کربلا ادامه می یابد. اسکندر با اشاره به اینکه مرکز عملیات مشترک عراق با هماهنگی استانداری‌ها جزئیات زیارت اربعین را مدیریت می کند خاطر نشان کرد در اوج ایام زیارتی اربعین که افزایش چشمگیر زائران را به دنبال دارد از طریق مراکز متعدد بر روند تردد زائران در مسیرهای مختلف نظارت می شود تا از روان بودن رفت و آمد آنان اطمینان حاصل شود. عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس ادامه داد خطوط تردد زائران از گذرگاه‌های مرزی ترسیم شده و طبق چشم‌اندازی که از پیش از نظر تعداد و نحوه ورود زائران به مرز تعیین شده آماده پذیرش محبان اهل بیت علیهم السلام برای انجام مراسم زیارت اربعین حسینی هستیم. همزمان با ایام شهادت امام سجاد علیه السلام دهمین جشنواره تراتیل از سجادیه از شب گذشته چهارشنبه در شهر مقدس کربلا آغاز به کار کرد. شهر مقدس کربلا شامگاه چهارشنبه شاهد آغاز به کار دهمین جشنواره بین المللی تراتیل از سجادیه با حضور جمع کثیری از شخصیت‌های مذهبی و دانشگاهی از ده کشور مختلف بود. جمال‌الدین شهرستانی رئیس کمیته مقدماتی آستان مقدس حسینی گفت
در حاشیه این جشنواره مسابقه قصه کوتاه و نمایشگاه کتاب در باب قبله امام حسین علیه السلام در آستان مقدس حسینی برگزار شده است. شیخ عبدالمهدی الکربلایی تولیت آستان مقدس حسینی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست یادآوری و توجه به میراث امام سجاد علیه السلام در اسلام، همچنین اندیشه، رویکرد اعتقادی، فقهی، اخلاقی و اجتماعیان و نقش این میراث در مسیر اصلاحات امت اسلامی به عنوان مکمل پیام امام حسین علیه السلام و گشایش افق‌های جدید در این مسیر است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان شیعه رایس باش در رابطه با برجسته‌ترین اقدامات علیه شیعیان در ژوئیه 2024 سفر وزیر کشور عراق به استان دیالی در راستای برگزاری هرچه با شکوه‌تر زیارت اربعین عضو کمیته امنیتی و دفاعی مجلس عراق در حال گشودن سه مسیر جدید برای تردد زائران اربعین است. و آغاز به کار جشنواره تراتیل از سجادیه در شهر مقدس کربلا. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. شب همگی شما بخیر.